سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به آشپزخونه خودتون. ما امروز اینجا یه لوبیا پلو داریم که فقط تهدیگشو نگاه کنید. این لوبیا پلو با این تهدیگ خیلی جذاب و بسار وای دیوونه کننده است. اگه دوست دارید این لوبیا پلو رو ببینید با این تهدیگ جذاب، ادامه ویدیو رو از دست ندید. آب دهنم دارم اینجا میاد. خیلی خوشمزه است. قراره یه دونه پیاز درشت سفیدو از وسط برشش بزنم، سر و تهش رو جدا کنم و نگینی خردش کنم. اینجا چند تا قاشق روغن میخوایم، پیازو بهش اضافه میکنم. خب بچه ها، من یه توضیح در مورد این گوشته بهتون بدم. این گوشته 30-40% چربی داره، دوبارم چرخ شده. برای لوبیا پلو یه گوشت تیکه‌ای میتونید استفاده بکنید، یه گوشت چرخ شده. گوشت چرخ شده تون هم حتما چربی داشته باشه، 30-40% براش کافیه. بریم اضافهش کنیم به پیازمون. اینجا گوشت رو اضافه میکنم. مرحله بعدی بچه ها، تا رنگ گوشتتون عوض شد و اصطلاحا گوشت باز شد، نوبت اضافه کردن ادویه هاست. چند تا ادویه دیگه هم داره، ولی ادویه که توی این مرحله اضافه میکنم نمک، فلفل قرمز، زردچوبه است، فلفل سیاه و پودر سیر. این غذا برای 4 نفر من به ازای هر نفر 1 قاشق رب گوجه فرنگی اضافه می کنم. لوبیا پلوی شما چجوری خوشمزه میشه بچه ها؟ مهمترین نکتهش ربتون باید سرخ بشه. اصلا عجله نکنید، چند دقیقه بهش زمان بدید که ربتون کاملا سرخ بشه. بعد از اینکه ربتون سرخ شد، رب رو با گوشت 1 بار دیگه تفت بدین و اجازه بدین خامی ربتون از بین بره. خب سر ته لوبیا رو بچه‌ها جدا کردیم، میایم به این اندازه برشش میزنیم. تقریبا بچه‌ها 0.5 کیلو لوبیا رو من خرد کردم. الان وقتشه بذاریدش رو شعله گاز با مقدار کمی روغن سرخش کنید. بعد از اینکه سرخ کردید یکم آب بهش اضافه کنید. آبو که اضافه کردید در ظرفو بذارید یه چند دقیقه روی شعله بمونه. لوبیاتون آماده است که به بقیه مواد اضافهش کنید. لوبیامون هم آماده است، نگاه کنید رنگش عوض شده. این دیگه الان آماده است که به موادمون اضافهش کنیم. اینم از لوبیا. دو تا قاشق غذاخوری زعفرون بهش اضافه میکنم. یه دونه. اینم یه دونه. و در ظرف رو میذارم چند دقیقه جا بیفته. این طرف هم آب رو گذاشتم جوش بیاد بچه ها. در ظرف رو برمیدارم. 1.5 قاشق نمک بهش اضافه میکنم. اینم برنج ایرانیه، 3 ساعت خیسش کردم، میرزمش توی آب جوش. این الان دیگه بچه وقت آبکش کردنشه. برنج ایرانی بین 8-10 دقیقه براش کافیه. این الان بر میدارم و آب سرد روش میگیرم. تا برنجم خنک بشه، مایم هم خنک بشه
قسمت جذاب لوبیا پلو رو با هم دیگه ببینیم. برای لای پلو، هل، گل سرخ، دارچین، همه اینا رو میریزم توی این هاون، اگه بتونم بریزم درسته حسابی، دارچین مقاومت میکنه شو بیای، و این ستا رو با هم دیگه آسیاب میکنم، گل سرخ، هل و دارچین. خب نگاه کنید، این براش کافیه، هم اینو میخوام لایه پلو بدم، این ستا رو، هم پیاز داغ. به ازای هر نفر یک قاشق غذاخوری پیاز داغ لایه پلو میدم. این رمز و راز یه لوبیا پلوی حرفه‌ایه. مایمونم خنک شده. این کار باعث میشه برنج شما شفته نشه. میام چیکار میکنم بچه‌ها؟ کف قابلمه ای که میخوام برنج توش بار بذارم روغن میریزم. همین اندازه کافیه. یه قاشق سرپر زعفرون بهش اضافه میکنم. یه اینجوری تکونش بدید. اینم نون لواشه، میذارم کفش، یه تکون میدم زعفرون حسابی به خوردش بره. برنجمون حسابی آبش افتاده. به به. میرزمش کف قابلمه. به به. از این مایه پر میکنم توش. حسابی خنک شده بچه. پیاز داغو بهش اضافه میکنم. ادویه‌ای که درست کردیم و میریزم روش و دوباره برنج. بچه لایه ها رو که ریختیم نگاه کنید این شکلی شد و تموم شد مرحلهش. روی همین گوشت آخرمون یه قاشق دیگه زعفرون میدیم و این قراره که درش گذاشته بشه بره روی شعله و تقریبا یک ساعت با دمای خیلی کم دم بکشه. بریم ببینیم چجوری میشه. تا لوبیا پلومون دم بکشه من خیار و گوجه و پیاز رو خورد کردم. فقط ببین خدایی متر گذاشتم، چقدر دقیق خورد کردم. نعنا بهش اضافه میکنم، نمک بهش اضافه میکنم و فلفل سیاه. آب قورو هم بهش اضافه میکنم. الان فقط کافیه که همش بزنیم. عاشق عطر سالاد شیرازی هم. به به. لوبیا پلومون هم آماده شد. درش بسته است، عطر خونه رو برداشته. بذار درش رو باز کنم. وای این بوی هلش، بوی گل سرخش. کار مهمی که باید بکنیم اینه که با دو تا قاشق آروم اینو هم بزنیم. وای 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 عطرش داره همینجوری میپیچه. وای 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 اوف. واقعا عطرش دیوونتون میکنه. فقط کافیه که درست کنید بعد به حرف من برسید. خیلی جذابه.
همینجوری داره آب دهنم میاد. بریم برای امتحان کردنش این سالاد شیرازی. اول من یه ذره تعبیگش رو امتحان کنم. بد خوشمزه است، بد جور خوشمزه است، به خدا اصلا خیلی خوشمزه است.